سلام حالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. این ویدیو رو دیدید که مرا مدیر توی برنامه دوره همی اومد از آروین افشار پرسید راجع به تاثیرگذارترین هایی که توی موسیقی دنیا بودن. و اسمشون رو برده داره. بود و هیچ حسی میگفت ندارم نسبت به شما رو افشار اصلا نمیدونست اینا کیان این خیلی چیز زاییه. که مثلا تو توی حوزه کاری خودت آدم های رو نشستی من هم گفتم که خب اینم میتونه خیلی زایی باشه که اگه یه روزی یه کسی میاد از ما بپرسه و ما اسم آدم های ممارای خفن رو ندونیم خیلی زایی است سر همین قضیه گفتم بزید یک ویدیویی بگیرم و راجع به اینا صحبت کنیم و از همین الان ویدیو لایک کنید دمتون گرم و کامنت هم بذارید چون آخر ویدیو میخوام بهتون بگم کامنت راجع به چیه بریم سراغ شماره یک به نام فرانک لوید رایت که در 8 جوان 1867 به دنیا میاد در یک خانواده کاملا مذهبی چرا چون واقعا مذهبی بود باباش کشیش بود و بعد چند سال پدر مادر از همدیگه جدا میشن و با اسپانی علاقه این فرانک رایت به معماری مادرش بود که همیشه توی این تی بزرگ شدن راجع هنر و ساختار آموزش بهش میداد و بعد از اون تصمیم میگیره که بره توی رشته مهندسی عمران یا شهرسازی که هنوز بین علما اختلافه رفت شروع که تحصیل کردن و بعد از اون میاد میره توی یک دفتر معماری شروع به کارآموزی میکنه اون دفتر معماری دفتر معماری خیلی خفنی بوده چرا چون برای لوئیس سالیوان بود لوئیس سالیوان کیه یک معمار برجسته مدرن که معروف به پدر آسمان خراشا کار اصلا اینجوری بوده و پدر معماری مدرن یه همچین چیزی معروف بود و میره تو دفتر معماری اون کار کردن شروع میکنه کار کردن ولی بعد چند سال اخراج میشه چرا؟ چون فهمیدن که این فرانک لوید رایته خیلی سوسکیوار و پنهانی داره طرحهایی میزنه که صداش هم در نمیاره سر همین قضیه اخراجش میکنه و بعد پا میشه میره برای دفتر میزنه یکی از پروژه بزرگی که میگیره توی تاک... توکیو ژاپن بوده که بهش زمین میزنن میگن داداش ما اینجا یه زمین داریم میخوایم هتل امپریال بسازیم بیا برای ما طراحی کن و این پا میشه میره اونجا طراحی میکنه و تا انتهای پروژه اونجا میمونه و بعد برمیگره میاد آمریکا توی سال 1922 همه دنبال اینا یه سوتی از این بگیرن که اینو بخونن تیره خلاصی بهش بزنن و کار بندازنش بیرون این حرفا ولی این اتفاق نمیفته چرا چون توی شهر توکیو یه ای میاد و یه تلگرافی بهش میشه میگه داداش دمت گم با این ساختمونی که برای ما ساختی و طراحی کرده چرا چون شهر کلا ویران شد اما این هتل آخ نگفت و گفته با من پا برجام مثل دماوندم و کار برجسته که این فرانک لوید رایت انجام داده اولیش خانه آبشاره که یک سبک خیلی خفن در سال 1935 طراحی شد و اجرا شد که هزینه خیلی زیادی داشت چرا چون در کنار یه رودخونه بود و هزینه خیلی زیادی برای ساختش هم انجام شد دو سال بعدش یه دونه موزه گوگنهام توی نیویورک ساختن طراحی کردش این فرانک لوید رایت که خیلی موزه خفن جذاب و یه نکته خیلی مهمی داره اینکه یک دستیاری داشته به نام بذار ببینم اسمشو داداشم اسمش چی بود؟ اینجا نوشته بودم همیشه هم یادم میره این اسمشو آها. ویلیام ویسلی پیترز که این محاسبات فنی این ساختمون انجام داد حالا این کیه؟ این ویلیام وسلی پیتر در سال 1345 تا 47 شمسی ما توی محشر کرج یک کاخی تره کرد به نام کاخ مرواری یا کاخ شمس که برای کی بود؟ برای بانوی شمس پهلوی بود که در که فرزند رضا شاه بود براش این کاخ رو تراحی کردن توی دو سال فکر کنم اجرا شد و یک میلیون دلار هم هزینه تراحی شده چیزی که من مطالعه کردم و راجبش گفتم بس اینم یکی از کارهای خیلی جذابی که توی ایران ساخته شده و با یه سرک... سرچ کوچیک حالا عکسشی که براتون گذاشتم با یه سرچ کوچیک میتونید خیلی جذابتر اتفاقاشم هم ببینید و خیلی چیز باحالیه که حالا طرحش هم حالت یک سفره ماهی داره که یک صدفی رو در بر گرفته و این کاری بود که تیم فرانک لوید رایت همچین کاری رو انجام دادن حالا بریم سراغ شماره دو و شماره دوم زاهدی که در 31 اکتبر 1950 در بغداد به دنیا میاد که در یک خانواده کاملا مرفه بی درد بی غصه اصلا و تحصیل کرده روش میکنه و بعد میره شروع میکنه ریاضیات خوندن و ما توی سبک طراحی هم میبینیم که این از ریاضیات برگرفته شده درک خیلی خوبی از فرم و هندسه داشته توی سبک مموریش هم میبینیم که میره شروع میکنه ریاضیات خوندن و بعد از اون پا میشه میره لندن و توی یک مدرسه معماری شروع میکنه معماری خوندن و دیدیم که سبک که تراییاش هم خیلی جسرونون است انحنا و, و من منحنی های خیلی زیادی داره و یکی از کارهای برجسته ای که زاها حدید انجام داد یک مجموعه ورزشی آبی یک مجموعه ورزشی توی المپیک توی لندن قرار داد در سال 2012 همچین ساختمونی طراحی کرد که خیلی خفنه خیلی جذابه و بعد از اون یک مرکز فرهنگی شروع میکنه توی یک مسابقه طرحش برنده شدن سال 1998 توی ایتالیا وزارت فرهنگی ایتالیا یه تصمیم میگیره که یه موزه ای بخوام درست کنه یه موزه فرهنگی و یه مسابقاتی میذارن و هر هزار حدید اونجا برنده میشه و از سال 2000 تا 2010 ده سال طول میکشه که این موزه به نام موزه ماکسی ساخته بشه یکی از موزه های خیلی خفنیه و بعد از اون یک اثر دیگه هم داره که خیلی معروفه خیلی معروفه اونم توی آذربایجان و در شهر باکو ساخته شده به نام مرکز فرنگی هیدر علیوف و این هیدر علیوف هم خیلی نکته جالبی داره که میخوام بهتون بگم از سال 1993 تا 2003 یک رئیس جمهوری داشتم به نام هیدر علیوف و این اسم از اون گرفته شده و این مرکز هیدر علیوف سال 2012 ساخته شد و تموم شد و در سال 2014 زاو حدید سر این اثرش هم یک جایزه ای گرفت و شماره سوم جناب آقای لودیگ میس وندر روهه که در 27 مارس 1886 در آخر آلمان به دنیا میاد این بدبختم بچه مایده نبود مثل زاو حدید توی خانواده سنگ تراش به دنیا میاد که تو همون اول ابتدا به هنر و صنعت هنر مرتبط بودن و اون تو همون نوجوانیش تصمیم میگیره که بره توی دفتر معماری کار کنه از همون اول خیلی علاقه پیدا کرده بود و بعد از جنگ جهانی اول یک سبکی به نام کمتر بیشتر است بله کمتر بیشتر است یا لسیز مور برای خودش ابداع میکنه و معماری رو رو سبک اون جلو میبره که یک سبک مینیمالیست خیلی ساده است که به سبکایی به کارهای برجستش هم که بخوایم نام ببریم مثل پاویلون بارسلونا یا همون قرفه بارسلونا که در سال 1929 ساخته شد و ارز کنم خدمتتون که متریالاش متریال ترابرتن سنگ مرمر و شیشه است که این خودش همون ویژگی های مینیمالیسم رو داره و بعد از اون یک کار دیگه ای انجام داد یک پروژه برجسته دیگه ای داره به نام ساختمان سیگرام یا سیگرام که توی شهر نیویورک 38 طبقه 157 متر ارتفاع داره و عین قوطی کبریت اینجوری شیشه ای رفته بالا خیلی حرفه‌ای که توی سال 1958 هم به اتمام رسید و شماره چهار داداشم لوکور بازیه که در سال 16 اکتبر 1887 در لاش دوفون سوئیس به دنیا میاد این از همون ابتدا دنبال هنر دستی و سازی بود و توی این آموزش میدید طبق گفته های ها میگن که این داشته از کارگاه رو همجی داشته رد میشده یهو کمرش گیر میکنه به یه مبل بعد یهو میگه او معماری تحرید داخلی این مبل رو یه جور تکون داده بود و علاقه من میشه به معماری <applause> بعد چه اتفاقی میفته شروع میکنه میره سفرهای متعدد و عاشق سبک های کلاسیک و مدرن میشه و همیشه توی کاراش از اونا الهام میگیره و این یکی از پیشگامان توی سبک مدرن بوده که از متریال بتون مسلط توی ساختمون استفاده میکرده و یکی از گذاراش بوده توی این زمینه و ایده هاش توی طراحی شهرسازی و برنامه‌ریزی و بی‌نظیر و انقلابی بوده خیلی خفن بوده و حالا یکی از کارهای برجسته که همه ما توی دانشگاه هم باش آشنا شدیم ویلای ساواوی که توی شهر پاریس فرانسه ساخته شده اونم در سال 1928 تا 931 سه سال طول کشید و به گفته خودش این یکی از خفنترین و آخرین سبک خالصگرایی منه چون مثلا میگن خیلی آزمون و خطارهایی توی طراحیش داشته و انقدر ادیت کرده که دیگه این بهترین خودش بوده توی ویلا سابا و بعد از اون یک شهری به نام چندگ... چندگراه یا چندگار یا همچین اسمی داره توی کجا توی هند که توی اونجا شروع میکنه طراحی کردم و میگن خیلی بی‌نظیره و از مو سبک مدرن داره استفاده میکنه برای نیازهای سنتی یعنی شهر رو اینجوری طراحی کرده و این شهر چندی گراه یا چندی گیار یا همچین اسمی که داره حالا اسمای متعددی داشت وقتی من سرچ کردم معروف به تمیزترین شهر هند و این خیلی چیز خفنیه و شماره پنجمی نورمن فاستر جناب آقای نورمن فاستر متولد یکی جوانه 1935 که این از این کوچیکترش 1950 خانم زاهدید بود ایشون 1935 یه هزار بزرگتر میخوام به هم بگید که کدوم از اینها از همه بزرگتر بود و خیلی پیرتر بود اینو حتما من کامنت کنید ببینم کی قشنگ دقت کرده جناب آقای نورمن فاستر متولد یک جوان 1935 در منچستر انگلستان به دنیا میاد که توی خانواده کارگری هم بزرگ میشه و از همون ابتدا میره توی یک دفتر معماری شروع میکنه کار کردن و بعدش میره توی دانشگاه منچستر و یل شروع میکنه به تحصیل کردن توی رشته معماری و اون یک سبک خیلی جذاب و جدید و خفن داره که اومد سبک های تک رو با استفاده از تکنولوژی پیشرفته و با توجه به پای... با پایداری توسعه دادش. این که حال معماری های تک چیه؟ شما هم میتونید خودتون مطالعه کنید، سرچ کنید یا میتونید کامنت بذارید که من یه ویدیو دیگه براتون درست کنم، راجع بهش باهاتون صحبت کنم. خب، بریم سراغ آثاری که انجام داده. یکی از آثارش که توی سال 2003 انجام داد، ساختمانی به نام ساختمان خیارشور بود که الان اسم جدیدش ساختمان تبر مارسی سی همچین اسمی داره تبر آره تبر سد مارسی سی خیلی عجیبه ولی خب خیلی قشنگه حالت پیچشی داره شیشه رفته بالا و تکنولوژی های پیش رفته خیلی خفنه و بعد از اون یک اثر دیگه که داره توی آلمان اون درست شد به نام هرم شیشه که یک ساختمونی بازسازی شده بوده و این شروع میکنه میاد اونجا یه تحریم میده یه هرم شیشه ای را میندازه که هم از بالا بتونی پایین ببینید هم از پایین بالا رو خیلی جذاب و خیلی خفنه کاش میشد واقعا راحت میشد ویزا گرفت و راحت رفت تو این کشورها و اینها رو دید و لذت برن نزدیک خیلی اتفاقای باحالی میتونست بیفته با محدودیت کاری که حالا ما داریم اگر همچین ویدیوهایی دوست داشتید و علاقه داشتید حتما بگید توی سبک های دیگه هم راجبش صحبت میکنیم و معرفی میکنیم های خفن و حتی من خودم خیلی علاقه شدید دارم که یه ویدیو بزنم راجب به معمارهای برجسته داخل ایران پس اگه دوست دارید حتما کامنت بذارید و لایک کنید تا بهم بگید نظرتون رو که ویدیو بذاریم یا نه خودتون باشید تا ویدیو بعدی فعلا